بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عزیزان بیننده، در خدمتون هستیم با بخش خبری خبر نور و مشروع اخبار. ادامه تظاهرات‌های اعتراضی در ایران. شب گذشته ویدیوهایی از تجمعات اعتراضی جدید در چندین شهر ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. همچنین صبح امروز نیز در تجمعاتی در فرودگاه امام مسافران خارجی و ایرانی شروع به شعار دادن کردند. شامگاه دوشنبه 9 بهمن ماه ویدیوهایی از اعتراضات مردمی در چند شهر ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این ویدیوها از برگزاری تجمعاتی اعتراضی در بندرعباس، خرم‌آباد، عراق و شیراز خبر می‌داد. در این ویدیوها معترضان شعارهایی چون نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم، نیروی انتظامی، حمایت حمایت و مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دادند. پیش از این در فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از مردم خواسته شده بود تا در ایام سالگرد انقلاب اسلامی دور تازه اعتراضات ضد حکومتی را آغاز کنند. بیش از 100 شهر ایران در دی ماه گذشته شاهد اعتراضات ضد حکومتی بود که از مشهد و با شعار نه به گرانی آغاز شد، اما سپس مطالبات سیاسی و اجتماعی دیگری در آن مطرح شد. در این اعتراضات به گفته محمود صادقی نماینده مجلس 3700 تن بازداشت شدند. مقامات جمهوری اسلامی مرگ 25 نفر را در جریان این تجمعات تایید کردند. تلاش آمریکا برای تمرکز شورای امنیت بر برنامه موشکی ایران. روز دوشنبه 29 ژانویه برخی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل از بقایای موشک شلیک شده به عربستان از سوی یمن بازدید کردند. نیکی هیلی در جریان این دیدار از آنها خواسته تا بر برنامه موشکی ایران تمرکز کنند. نیکی هیلی روز دوشنبه 29 ژانویه در جریان بازدید برخی سفرهای کشورهای عضو سازمان ملل از بقایای موشک شلیک شده به ریاض در واشنگتن پیشنهاد کرد که تلاش‌های بین‌المللی مؤثر و مشخصی برای مجازات ایران به دلیل نقض قطعنامه‌های شورای امنیت صورت پذیرد. او گفته که تنها در این صورت است که دونالد ترامپ حاضر به باقی ماندن در توافق اتمی با ایران می‌شود. به گفته سفیر آمریکا در سازمان ملل، فرانسه که یکی از اعضای مؤثر گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات اتمی با ایران بوده، اخیراً شروع به دادن تذکرات شفاهی درباره نقض قطعنامه شورای امنیت درباره موشک‌های بالستیک از سوی ایران کرده است. هیلی پس از ملاقات سفرای سازمان ملل با ترامپ گفت این روش در حال عمل کردن است. آنها یعنی سفیران سازمان ملل دارند متوجه می شوند که اگر ما درباره نقض قطعنامه های شورای امنیت صحبت نکنیم، اگر از آنها دعوت به عمل نیاوریم، آمریکا خواهد گفت که همه این جریان یعنی توافق اتمی با ایران شرم‌آور است. نیکی هیلی روز دوشنبه برخی از سفیران کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل را به یک پایگاه نظامی در واشنگتن برد تا از بقایای موشک‌های شلیک شده از یمن به عربستان دیدن کنند. آمریکا و عربستان می‌گویند که این موشک‌ها ساخت ایران بوده و از سوی جمهوری اسلامی در اختیار شورشیان حوثی قرار داده شدند. کارشناسان سازمان ملل 12 ژانویه گزارشی مفصل درباره فعالیت موشکی ایران منتشر کردند. در این گزارش آمده است گروه کارشناسان معتقد است که جمهوری اسلامی ایران پاراگراف 14 قطعنامه 2216 را نقض کرده است. پاراگراف 14 قطعنامه 2216 را نقض کرده است. کروبی وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های خامنه‌ای دانست. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی او را مسئول وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امروز ایران دانست. مهدی کروبی در نامه‌اش خطاب به علی خامنه‌ای که روز سه‌شنبه 10 بهمن منتشر شد نوشت: با توجه به میزان حضور و نفوذتان در بالاترین لایه قدرت نظام، باید بپذیرید که وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امروز کشور نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرای شماست. مهدی کروبی در بخش دیگری از نامش از رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرد که مجلس خبرگان را در عمل به زیر مجموعه دفتر رهبری تبدیل کرد که تنها وظیفه سالانه‌اش سناگویی است. او با اشاره به اینکه مجلس خبرگان در دور باطلی قرار گرفته است افسود: شورای نگهبان که پیش از بازنگری قانون اساسی
حتی حق نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری را هم نداشت، حیات و ممات این رکن مهم قانون اساسی را به دست گرفت و خروجی آن شد مجلسی فرمایشی که تنها وظیفه سالانه‌اش سناگویی است. مهدی کروبی درباره نتیجه ورود سپاه و بسیج به فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی افسود، رفتار سیاسی تعدادی از فرماندهان سپاه نتیجه جز بی‌ثباتی سیاسی، ایجاد فضای استبدادی، حذف حاکمیت مردم و در نهایت نفی جمهوریت نظام در بر نداشته است. به اعتقاد این رهبر معترضان سال 88، سپاه بدون هیچ گونه نظارت و پاسخگویی کارهای موازی وزارت اطلاعات را انجام می‌دهد و متعرض حقوق بنیادین مردم می‌گردد. او در مورد تأثیر فعالیت‌های اقتصادی این نیروهای نظامی نیز نوشت: انحصار طلبی آنان ناشی از حذف مناقصه‌های عمومی، واگذاری‌های غیرقانونی صنایع بزرگ و کلیدی کشور فسادهای تاریخی آفریده است. کروبی با طرح این پرسش که اصرار بر دخالت سپاه در امور سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی چه بوده است، خواستار پاسخگو بودن خامنه‌ای در قبال خروجی تأسف‌انگیز دخالت‌های سپاه شد. دولت آمریکا مقررات جدید مهاجرت را اعلام کرد. آمریکا ممنوعیت ورود مهاجران 11 کشور به خاک این کشور را لغو کرد، اما وزارت امنیت داخلی در بیانیه‌ای اعلام کرد که شرایط پذیرش آنها را سخت‌تر کرده است. مقامات آمریکایی که مقررات جدید مهاجرت را دیشب 9 بهمن تعیین کردند، نام 11 کشور مربوطه را اعلام نکردند، اما به گفته سازمان‌های پناهجویی این تصمیم به مهاجران کشورهای ایران، مصر، عراق، لیبی، مالی، کره شمالی، سومالی، سودان جنوبی، سوریه و یمن مربوط می‌شود. مقامات آمریکا همچنین اعلام کردند که امنیت و توسعه‌های بیشتری را در روند برنامه پذیرش پناهندگان آمریکا در نظر خواهند گرفت، از جمله تقویت بررسی درخواست مهاجرت، به روزرسانی مرتب فهرست کشورهای با خطر بالا و معیارهای ارزیابی در انتخاب پناهجویان. کریستیان نیلسن، وزیر امنیت داخلی آمریکا گفت: بسیار مهم است که بدانیم چه کسانی وارد آمریکا می‌شوند. این اقدامات امنیتی بیشتر راه را بر ورود افرادی که می‌خواهند از برنامه مهاجرت ما سوء استفاده کنند دشوارتر می‌کند و آنها مطمئن خواهند شد که ما به خوبی از کشورمان محافظت می‌کنیم. رئیس جمهور آمریکا در ژانویه سال گذشته پس از رسیدن به قدرت دستوری را برای جلوگیری از سفر و مهاجرت شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان برای 90 روز صادر کرده بود که آن فرمان با اعتراضات و چالش‌های حقوقی مواجه شد که به مرور با ایجاد تغییراتی به فرمان سوم تبدیل گردید. دولت ترامپ تصمیم گرفته است که در سال 2018 شمار مهاجران پذیرفته شده را کاهش دهد. در سال 2017 شمار این افراد 53,000 نفر بود که این تعداد در سال جاری میلادی باید به 45,000 نفر کاهش یابد. 32% از درآمد نفت ایران تحت کنترل آقای خامنه ای است. 32% از درآمد نفت بدون اجازه رهبری هزینه نمی شود. دولت مکلف است این مبلغ از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و بدون اجازه رهبر حق هزینه کردن آن را ندارد. علی لاریجانی رئیس مجلس کنترل مستقیم رهبر بر 32% از درآمد نفت را از جمله شونات رهبری برشمرده و گفت که رهبری تعیین می کند سیاست های کلان چیست و اگر دولت بخواهد این بودجه را هزینه کند باید از ایشان اجازه بگیرد. دولت برای برداشت در حوزه عمرانی تبصره‌ای در قانون بودجه سال 97 پیش بینی کرده است. علی لاریجانی در جلسه روز گذشته مجلس اعلام کرد که این تبصره با اجازه مقام معظم رهبری و برای سال 97 به قانون اضافه شده. اگر دولت این اجازه را نگرفته بود باید این تبصره را کلن حذف می‌کردیم. او این سخنان را در پاسخ به تذکر کواکبیان نماینده تهران بیان داشت که نسبت به وجود این تبصره در قانون بودجه اعتراض کرده و گفته بود اگر قرار است که این بودجه با نظر رهبری هزینه شود چه لزومی به این است که در قانون بودجه بیاید. رهبری میتواند نظر دهد و دولت هزینه کند. اعتراضات نمایندگان به لایحه بودجه 97 به حدی گسترده بود که اکثریت نمایندگان رأی به رد کلیات این لایحه دادند، اتفاقی که کمتر سابقه داشته است. حذف بخشی از یارانه نقدی، گران شدن منابع انرژی، کمبود بودجه عمرانی و غیره از جمله اعتراضات به این لایحه بود. کمیسیون تلفیق بودجه 72 ساعت فرصت دارد تا
حتی کلیات لایحه را اصلاح و به مجلس بازگرداند. اگر مجلس مجددا کلیات را رد کند، لایحه به دولت باز می‌گردد و این بدان معناست که دولت باید لایحه فوق‌العاده ارائه کند تا امور جاری دولت در سال 97 دچار اخلال نشود. درخواست عفو بین‌الملل برای آزادی نرگس محمدی. در هزارمین روز از بازداشت نرگس محمدی، عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شد. سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه در هزارمین روز بازداشت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شد. در این بیانیه با اشاره به هزار روز حبس خانم محمدی، این وضعیت بی‌عدالتی آشکار خوانده شده که به گفته این بیانیه عزم مسئولین جمهوری اسلامی برای سرکوب حامیان حقوق بشر را به نمایش می‌گذارد. نرگس محمدی اردیبهشت 95 با رأی دادگاه انقلاب و در ارتباط با فعالیت‌های مدنیش و با اتهامات مختلف مجموعاً به 16 سال زندان محکوم شده است. بیانیه عفو بین‌الملل همچنین از مسئولین جمهوری اسلامی می‌خواهد به جای بازداشت فعالین حقوق بشر، خواسته‌های آنان چون لغو مجازات اعدام، ممنوعیت شکنجه و دادرسی منصفانه را در دستور کار خود قرار دهد. حکومت جمهوری اسلامی اما همواره بر رد نقض حقوق بشر تاکید می‌کند. تأکید نخست وزیر کانادا برای مبارزه با اسلام حراسی. نخست وزیر کانادا در سالگرد حمله به مسجد کپک از مردم در کشور کانادا خواست که برای مبارزه با اسلام حراسی و تبعیض پیش قدم باشند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در پارلمان این کشور با اشاره به گذشت یک سال از حمله به مسجدی در کبک اعلام کرد که اقدامات ناشی از نفرت و تبعیض نباید به یک کار روتین تبدیل شود و یا حتی یک بار انجام شود. این مسئله هرگز نباید به این نقطه برسد. به ادامه داد: ما نمیتوانیم کسانی را که از بین رفتند دوباره بازگردانیم، اما مبارزه با احساساتی که موجب مرگ آنها شده است را به آنها مدیونیم. ما این مسئله را به آنها بدهکار هستیم و باید صدای خود را بلند کرده و در برابر هر گونه اقدام تبعیض‌آمیز و ناشی از اسلام حراسی به صراحت به پا برخیزیم. در 29 ژانویه 2017 بعد از نماز روز یک شنبه، یک فرد مسلح با تیراندازی در میان نمازگزاران باعث کشته شدن 6 تن شد. بعد از این حمله هزاران نفر از مردم کانادا از جمله نخست وزیر این کشور حمایت خود را از جامعه مسلمان کانادا اعلام کردند. متشکرم که تا این لحظه با بخش خبری اخبار نور بودید. خدا یار نگهدارتون.